همون جمله خیلی معروفی که در نهج البلاغه، این که اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذلک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن احد منکم الا ذنبه ولا یستحیین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا یستحیین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه و علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد فانه لا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. من واقعا این پنج تا جمله خیلی هنوز برام معنا داره، هنوز خیلی برام تکون دهندگی داره، که گویا میخوان بگن پنج رکن مثلا بهروزی آدمیه. چون اول این حدیث هم تو که خوندم میگن اگر تمام زندگیتون رو سفر کنید، لو ضربتم الیها آبات الابل، تمام عمرتون رو سفر کنید و پاشنه های پاتتون رو به عرض میکنم گرده های شطور بزنید، برای کسب این پنج تا نکته میارزه. اون وقت میگن که به هیچ چیزی امید نداشته باشید مگر به خدا. و من الان اینجور معنا میکنم این جمله رو، یعنی به هیچ چیز امید نمیشه بس مگر به کل هستی. به هر کدام از اجزاء هستی امید ببندید، امیدتون واهیه. فقط به کل میشه امید بس، نه به هیچ کدام از اجزا. و بعد ولا یخافن احد منکم الا ذنبه، از هیچ چیز نباید ترسید مگر از عمل نادرست خود، فقط از این باید ترسید. هیچ کسی، هیچ موجودی، هیچ قدرتی، هیچ قوتی، هیچ نیرویی، هیچ عاملی نمیتونه منو بیچاره بکنه مگر عمل خودم. ولا یستحیین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه، اگر چیزی نمیدانید اصلا شرم نکنید، برید و بپرسید تا بدانید. ولا یستحیین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم، هیچ وقت هم شرم نکنید اگر کسی چیزی ازتون پرسید که نمیدونید، بگید نمیدونم. و علیکم به صبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، و در راه خودتون یک نوع پایداری هم داشته باشید. نمیتونید به سادگی برسید به اهداف شریف. به گفته اسپینوزا، هیچ چیز شریفی آسان به دست نیامده است. و بنابراین اگه میخواید به چیز شریفی برسید، صبر و پایداری داشته باشید. خب من فکر میکنم اینا هر کی میخواد گفته باشه این جملات رو، توجه میکنید، برای من هر پنج تا جملهش معنا داره و دلالتگر به یه چیزای خیلی مهمیه تو زندگی.